باشگاه ورزشی بلکبورن روورز انگلیس اعلام کرد که در دیدار این تیم با تیم هارتل پول یونایتد در اولین دور از رقابت‌های لیگ اتحادیه انگلیس برای هواداران مسلمانش جهت ادای نماز مغرب یک نمازخانه تدارکیده است. این باشگاه در بیانیه رسمی علت فراهم کردن نمازخانه برای هواداران مسلمان را همزمان بودن زمان مسابقه با وقت نماز مغرب اعلام کرده. رئیس اداره میراث فرهنگی رباط کریم در ایران از کشف بقایای یک ساختمان اداری بزرگ با تاریخی در حدود 5600 سال قبل خبر داد. وی با اشاره کشف این یافته ارزشمند توسط کاوشگران گفت در اولین مرحله کاوش باستانشناسی در محوطه باستانی پرندک چند نقش اقتصادی و ظروف شکسته به دست آمده است. مقام‌های سعودی روز جمعه 21 مرداد 1401 موسی خنیزی، فعال اجتماعی که پیش از این از شیعیان دفاع کرده بود را پس از نزدیک به دو ماه بازداشت آزاد کردند. شبکه‌های اجتماعی قبل از بازداشت وی یک کلیپ ویدیویی منتشر کرده بودند که خنیزی در آن گفته بود که شیعیان در منبرها مورد ظلم و اهانت قرار می‌گرفتند.